در جریان هستین که ستین دیگه با رادیو جوان کار نمیکنه و فکر میکنم این اولین آهنگ مستقلش باشه. تقاص، بریم با هم دیگه بشنویم. من طبق عادت رفتم توی صفحه یوتیوب رادیو جوان و دنبال آهنگ جدید ستین بودم، دیدم چیزی پیدا نمیشه، یه ریمیکس گذاشتن و یهو یادم افتاد که این اصلا چیز شده، این دیگه بذارم اینجا صدای ویبرش نیاد، این دیگه اصلا با رادیو جوان کار نمیکنه. البته خب شوهرش که باز تو رادیو جوان و تهیه کننده شده، شوهرش که اونم تو رادیو جوان. ولش کن، بریم آهنگو بشنویم ببینیم که چی خونده. 3 دقیقه و 14 ثانیه، تحت هیچ لیبلی نیست تا جایی که من میدونم، و برو بریم از چنل یوتیوب خود ستین میخوایم بشنویم و ویدیوشو لینکشو میذارم توی دیسکریپشن، دوست داشتین شما برید بشنوید. برو بریم. خدایی پخش ویدیوش از رادیو جوان بهتره، حداقل این اقدام مثبت توی پخش مستقل شده که هم کلا ویژوالایزرش خوبه. برو. تو که با خیال راحت دل تو به همه میسپاری، اصلا مهم نیست میدونم واسه تو تنهایی، منو تنهایی. با هر کسی می رفتی منو ول می کردی، از اعتماد بی حدی که به داشتم می تردی، الان داری به می خندی، داری به می خندی. وایسا، خدایی هم تنظیمش قشنگه، هم ترانش، هم از حق نگذاریم اجرای ستین. ستین توی کنسرتاش حالا نمیدونم به خاطر فیلم برداری بد بوده یا چی، ولی چیزی بود که اتفاق افتاد و یه سری سوتی داد که دیگه نمیشد هیچ دفاعی ازش کرد و به خاطر همین من حس میکنم که یه لحظه صبر کنی و به خاطر همین من حس میکنم که میخواد اون داستان رو جبران بکنه. توره اتفاقی که توی تور کاناداش اگر اشتباه نکنم افتاد و واسه همین حالا این آهنگش که تا اینجا خوب بوده، امیدوارم که تا آخرم خوب باشه و بتونیم یه آهنگ خوب بشنویم از ستین. لعنت بر خودم، لعنت بر خود. چرا آهنگ به این قشنگی، ترانه به این قشنگی، اجرایی به این خوبی، چرا گنگ میزنی توش؟ ستون من، لعنت بر خودم. کی تو حرف زدن عامیانش میگه لعنت بر خودم؟ مگه فردوسی؟ بگو لعنت به خودم. به عامیانه است، بر میشه ادبی. گیتار کی چی میگه؟ واهاهاهای من فن ستین شدم. بنده گیتار الکتریک، هر کی بزنه فنشم. چرا از علاقم سوء استفاده کردی؟ اینجاشو حقیقتا با اجراش زیاد پایه نیستم چون خیلی صداش جیغ تور شده، اما از این حرکت تنظیم که یه وقفه میدن یه سکته ای میندازن خیلی استقبال میکنم. چرا از علاقم سوء
استفاده کردی. اینم بک وکالا خراب کردن ها، بک وکالا خیلی تیزن حس میکنم. بک وکال استفاده نکن لطفا، همه استفاده میکنن اوکی، تو استفاده نکن یا آروم بخون. تو منو مثل یه کاغذ مچاله کردی، هر کاری میکردی تو با هر کسی میرفتی، منو ول میکردی از اعتماد بی حدی که به داشتم میتردی، الان داری به میخندی، داری به میخندی. گیتار 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 اینجوری میشه گیتار؟ نه نمیشه. خوب بود، از حق نگذریم، خوب بود، واقعا آهنگ خوبی بود. ببین واقعا آهنگ خوبی دادی ستین. بذار ببین عواملش کیا بودن. اینجا پستش رو پیدا کردم. ستین در جریان هستین که همین تازگی ازدواج کرده؟ بله. چه عکسایی ای بابا. خب مرسی. پرودوسر نوشته که آراز پناهی، همون رادیو جوان. اسم عکاس رو نوشته، اسم کارگردان تیزر هم نوشته، بعد اسم ترانه‌سرا و آهنگساز و تنظیم کننده رو ننوشته. یعنی همشون داخل ایرانن و نخواستن اسمشون پاشه. خب با یه اسم مستعار منطقی نیست. یا میشه این احتمال هم داد که مثلا خودش ساخته؟ بعید میدونم. یعنی ستین تا اونجایی که میدونم ترانه‌سرا نیست، شاید هم باشه نمیدونم، تا جایی که میگم من میدونم نبوده تا حالا. بگذاریم، عجب آهنگ خوبی بود. و راستی یه چیزی میدونستین که هر آهنگی که دوست داشته باشین میتونین به صورت قاب شیشه‌ای داشته باشین؟ این قابای اینجا رو میبینین، قابای راوی که توی بک‌گراند من هستن، با آهنگی مورد علاقتون که میخواین برای شخص مورد علاقتون بفرستین، با عکسش شخص مورد علاقتون میتونین یه قاب عکس داشته باشین که آهنگ هم میخونه. یعنی گوشی رو میگیری جلوش، اسکن میکنی و موزیک از پلتفرمی که خود آرتیست راضیه، مخصوصا برای آرتیست های مستقل خیلی جوابه. یعنی تو حتی با اون کادو دادنم، به جای اینکه مثلا تو تلگرام فایل آهنگو بفرستی برای این و اون، یه کادوی موندگار میدی که طرف میزنه به اتاق دیوارش، هر وقت دید یادتو میفته پشماش میریزه میگه وای تو چیکار کردی با من. آنلاین شاپ راوی اگه دوست داشتین پیام بدین و سفارش بدین. والا پولا رو میخواین کجا ببرین؟ خیلی شکریم، دمتون گرم که تا آخر نگاه کردین. امیدوارم لذت برده باشین و جذاب بود، خدایی خوب بود آهنگ، خدایی خوب بود. لینک کانال یوتیوب ستین هم میذارم توی دیسکریپشن، حتما برین از پلتفرمی که خود آرتیست مستقل راضیه کارو بشنوید، نه تلگرام. دیگه حرفی نمیمونه جز این که قربان شما مستر چک.